برای اینکه ارتقا بدیم این همافزایی بین سیاستی و درون سیاستی، فقط دو تا راه حل را اشاره فقط عرض بکنم خدمت حضرت عالی. یکیش ارتقاء ظرفیت سیاست گذاری ملیه. فقط من باب مستاق عرض بکنم آقا جان، در کشورهایی که دو مجلسی است، هر نماینده مجلس 18 نفر متخصص و سیاست گذار عقبه اون قرار گرفتن. چرا؟ تا قیام و قعود ملی یه نماینده معنادار بشه تو مجلس. اونا کل نقشه سیاسیتی کشور را نگاه میکنن تا اگر میخوان قیام و قعودی بکنن اون برنامه مخدوش نکنه سایر برنامه ها. و نکته دوم، طراحی رصدخانه درس آموزی سیاسیتی و مدیریتی جمهوری اسلامی ایرانه. نمیخوام توضیح زیاد بدم، فقط یه مثال میخوام عرض بکنم. آقا جان، چین که میخواد اقتصاد دنیا را بگیره و دارم میگیره، سبه ما را یعنی تسبیح ما را تولید میکنه برای اینکه تو روستاهای ما هم رصد میکنه چه اتفاق میفته، فرهنگش را رصد میکنه، کالا براش تولید میکنه. در چین اگه کتابی تو حوزه تخصصی تولید میشه، اگر امروز تولید میشه، فردا دست متخصصون اون حوزه است. 400 مترجم دارن که هر مترجم دو صفحه کتاب 800 صفحه‌ای، فردا تو سیدی دست اون حوزه متخصصی قرار میگیره. حالا همه این انسجام‌ها و همافزایی‌ها تو سطح سوم آقا جان قرار میگیره، مدیریت دولتی، همون واژه‌ای که به نظر خیلی بعضیا منفی میاد، در صورتی که مدیریت دولتی پاسدار کیان مدیریتی کشوره، حافظ ناموس مدیریتی این کشوره. اگر اینجوره آقا، همونطور که یک پزشک نمیتونه بدون اینکه علم طبابت خونده باشه یا تجربه طبابت به طبابت بپردازه، یا یه مهندسی که مهندسی نخونده یا تجربه مهندسی ندیده این بنا را بسازه، مدیریت هم یه علمه. اصحایی میکنم واژه ساینس در موردش به کار میگیرن. بنابراین جایز نیست که پست مدیریت دولتی در جمهوری اسلامی ایران که امانت به فرموده حضرت عالی، فرصتی است برای خدمتگزاری، نبایستی باد سیاسی هر کسی را این پست دستش بده. این پست امانت بازخواست خواهیم شد. اون لحظه‌ای که در روز قیامت اولین گام گذاشته میشه رو پل صراط، 75 میلیون ایرانی از اون مدیر بازخواست خواهند کرد، انگشت اشاره به او خواهند کرد. بنابراین اگه اون 150 میلیون باشن، بازخواست یه فرد خیلی سنگین، اونجا دیگه جوابگویی خیلی سخت خواهد بود. اگر از نگاه اسلامی اینجوره، از لحاظ حرفه‌ای هم اینجوره، اگر اجازه می‌فرمایید این پیشنهاد عرض بکنم که همونطور که پزشکی نظام پزشکی داره، همونطور که مهندسی نظام مهندسی داره، اجازه بفرمایید که نظام مدیریت جمهوری اسلامی ایران طراحی بشه. البته انجمن مدیریت دولتی ایران اینو طراحی کرده، نسخه رو انشالله تقدیم میکنم خدمت حضرت عالی. اگر این نظام مدیریتی شکل بگیره آقا جان، دیگه شاهد نخواهیم بود که فردا تو روزنامه ها بنویسن فنان مدیر اونگاه که بر مسند مدیریت نشست، برای خودش بانک زد، دانشگاه زد، پول زد، هتل زد. یا شاهد نخواهیم بود که مدیری در بخش دولتی خطا کند و سر از بخش خصوصی در بیارد و بشه مدیر عامل بانکی و فردا سر در ناموس اقتصادی کشور بکنه. اگر حرفه هست، اگر نظام مدیریت دارد، پرونده مدیریتی اون ابطال خواهد شد و اجازه نخواهد داد که هر کسی خطا بکنه در بخش دولتی یا حتی بخش خصوصی خطا بکنه بعد بیاد تو بخش دولتی. توضیح و تفصیل این چون وقت دیگران رو میگیرم، منوط به اینه که اجازه بفرمایید اشارت بکنم. یکی از جلساتی که اندیشه‌های راهبردی است، تخصیص بدید به بررسی دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان مدیریت دولتی و سیاست گذاری. یقین دارم که دیدگاه های اونها مورد توجه حضرت عالی قرار خواهد گرفت و رهنمود های حضرت عالی چراغ راه همه اساتید مدیریت خواهد بود. السلام علیکم. خیلی خوب بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. لازم است مختصری از فعالیت‌های انجام شده در حوزه سلامت بانوان به محضرتان تقدیم دارم. بیمارستان جامع بانوان آرش که این جانب بیش از 20 سال از افتخار خدمتگذاری در آن مرکز را دارم، با 95 تخت فعال که تمامی تخصصها، فوق تخصصها، پاراکلینیک و پرستاری آن از خانمها می باشد، در رشته های جراحی زنان، مامایی، جراحی عمومی، اطفال، نوزادان، بیهوشی، داخلی، رادیولوژی، سونوگرافی، اورولوژی، گوش و حلق و بینی، جنین شناسی، سرطان، گوارش، قدرت، عفونی، پوست، آسیب شناسی، قلب و عروق، مغز و اعصاب، طب سنتی، طب توانبخشی و نازایی با متخصصین و فوق تخصصهای از میان خانمهای پزشک خدمات تشخیصی و درمانی به زنان ارائه می نمایند و توانسته از رضایتمندی فراوانی را در میان بیماران خانم مراجعه کننده کسب نماید و یکی از 3 بیمارستان جامع زنان در شهر تهران است که بر اساس سیاست‌گذاری‌های وزارت بهداشت و اقدامات دانشگاه علوم پزشکی تهران تأسیس شده است. استقبال خانم‌ها به این گونه بیمارستان‌ها منتج به این شده که هم اکنون در بسیاری از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بیمارستان‌هایی از این نوع در حال بهره برداری و یا در شرف تأسیس می‌باشند. در سال 89 تعداد مراجعین سرپایی به این بیمارستان 92671 بیمار، اورژانس 17000، مراجعین درمانگاه 75000، بستری 7356 و اعمال جراحی 4662 مورد بوده و یکی از خدمات اساسی ما در این مرکز قربالگری سرطان‌های زنان، سرطان سینه، گوارش و روده می باشد. لازم از خاطر نشان سازم که این بیمارستان مرکز فوق تخصصی طب مادر و جنین، نازایی، لاپاراسکوپی و سرطان می باشد و خانم‌هایی که قبلاً برای درمان این گونه بیماری‌ها مجبور به اعزام به کشورهای غربی بودند، هم اکنون درمان آنان داخل کشور با بالاترین میزان موفقیت انجام می شود. لازم است اشاره کنم که آمار بیماران نابارور در کشور ما 14%، یعنی شبیه آمارهای جهانی است و خدمات پیشرفته ناباروری در کشور ما به طور مطلوب صورت می گیرد و موفقیت آن برابر پیشرفته ترین مراکز دنیا، یعنی حدود 35% است. ولی متاسفانه هزینه داروهای گران قیمت نازایی و اعمال جراحی نظیر IVF، میکرو انجکشن و تشخیص بیماری های ژنتیک قبل از لانه‌گزینی جنین همگی توسط خود بیماران و خارج از چارچوب بیمه ها پرداخت می شود. لذا استدعا دارم دستور فرمایید سازمان های بیمه‌گر برای کمک به زوج‌های نابارور این گونه هزینه ها را تقبل نمایند. هم اکنون این بیمارستان مبلغ 850 میلیون تومان دانشگاه علوم پزشکی تهران که این حقیر عضو کوچک هیئت علمی آن هستم، مبلغ 85 میلیارد تومان و وزارت بهداشت که متولی بهداشت و درمان مردم است، بیش از 400 میلیارد تومان از سازمان‌های بیمه‌گر مطالبه داریم که این امر منجر به کاهش خدمات بیمارستان‌ها در خرید دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی و به تعویق افتادن پرداخت حقوق و اضافی کارکنان و نارضایتی آنان گردیده و این نشان دهنده لزوم سازماندهی برای برطرف شدن این موزل بزرگ بخش درمان مملکت می باشد. با توجه به سیاست‌گذاری وزارت بهداشت و ابلاغ سند ارتقای اورژانس‌های بیمارستان‌ها، این مرکز نظیر سایر مراکز درمانی کشور اقدام به کارگیری متخصصین مقیم در اورژانس نموده و در کنار آن کمیته تعیین و تکلیف بیماران در اورژانس تشکیل گردیده که نشان دهنده کیفیت خدمات 24 ساعته به بیماران و جلب حداکثر رضایتمندی آنان می باشد. کرامت همه انسان ها در گروه پزشکی مهم است
و عدم رضایت حتی یک بیمار برای این گروه بسیار مهم. لذا انتظار داریم نگاه رسانه ها به این گروه پزشکی دوستانه تر باشد و بحث های پزشکی با منازعات سیاسی و مسائل شخصی مخلوط نشوند. این حقیر با کمک همه همکارانم، زنان سخت کوش پزشک، پرستار، پیراپزشک، کارکنان صدیق و زحمتکش، نهایت تلاش خود را برای سلامت بیماران به کار بسته و از حضرت عالی برای انجام بهینه تر نمودن این خدمات و جلب رضایت و شفای بیماران التماس دعا داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. من مطالبی رو به صورت خلاصه عرضه می دارم در مورد تحول و ارتقاء علوم انسانی با تأکید بر نهضت نظریه پردازی بومی در ایران و حوزه تمدن اسلامی که البته در ادامه فرمایشات آقای دکتر جمشیدی ها هست. همونطوری که مستحضر هستید با همت و دستور حضرت عالی کرسی های نظریه پردازی تشکیل شده، بسیار خوب است. من تا پیشنهاداتی دارم در مورد این که ما نظریه پردازی رو از سطح پایین به بالا هم تقویت کنیم به معنای پرورش و تربیت نظریه پردازان در حوزه دانشگاه، چون دانشگاه های ما به طور عموم متخصصین مختلفی رو تربیت میکنن که همشون ممکنه نظریه پرداز نباشن، بنابراین شاید یه اهتمام ویژه‌ای به تربیت نظریه پردازی که الزامات خاصی داره وجود داشته باشه. نخست اشاره‌ای دارم به فرصت‌های تاریخی که برای نظریه پردازی بومی در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران که عرض میکنم یعنی حوزه تمدنی ایرانی اسلامی. نخست ماهیت انقلاب اسلامی ایران هست که انقلاب اسلامی ایران اولین شاید انقلاب فرهنگی و فکری است و خود انقلاب اسلامی حاصل نظریه ولایت فقیه حضرت امام هست. دوم انقلاب اسلامی ایران یک انقلابی است فراملی، یعنی دارای ارزش‌ها و آرمان‌هایی است فراتر از مرزهای جغرافیایی. سوم گفتمان انقلاب اسلامی به عنوان یک سبک زندگی و شیوه تفکر هست و مهمترین مزیت نسبی انقلاب اسلامی در حوزه قدرت نرم هست و اون تولید فکر و اندیشه هست. دومین زمینه تاریخی که شاید بی‌نظیر هست مطالبات و تحولات عینی است که در سطح منطقه و جهان به وقوع پیوسته. در سطح داخلی تشکیل و تأسیس جمهوری اسلامی ایران مهمترین و بهترین زمینه برای نظریه پردازی است، برای اینکه شاید برای اولین بار هست و قطعاً در تشیع که برای اولین بار یک حکومت شیعی تأسیس شده است و نیاز داره به تولید فکر برای پشتوانه این نظام سیاسی. دوم در سطح منطقه بیداری اسلامی مستلزم تولید فکر هست و انتظار دارد جمهوری اسلامی ایران که در حوزه علوم انسانی ما این شیوه فکر و تفکر رو ایجاد بکنیم. در سطح جهان هم چه در جهان سوم چه در جهان در توسعه یافته این انتظار، ولو اینکه بخواهند بدانند که ما چه چیزی در حوزه علوم انسانی داریم، انتظاراتی دارد مبنی بر نظریه پردازی. و زمینه سوم تحولات معرفتی است که امروزه در حوزه علم متعارف و پارادایم غالب بر حوزه علم حاکم هم به وجود آمده که نخستین به چالش کشیده شدن اثباتگرایی، ماده‌گرایی و علمگرایی افراطی در حوزه معرفت شناسی است. دوم چرخش معناگرایی و فرهنگرایی است در حوزه معرفت شناسی علمی. و سوم منابع فلسفی دینی و معرفتی که در اسلام و ایران وجود دارد زمینه ساز ارائه یک نظریه اسلامی ایرانی است. بنابراین هر سه این تحولات ایجاب می‌کند که گفتمان علمی انقلاب اسلامی ایران در چارچوب نظریه پردازی بومی بازتولید بشود فراتر از پارادایم یا در حقیقت اون قالب فکری قالب شیوه فکری قالب در حوزه معرفت شناسی.